بله. منزه جای امینی؟ بله. کشتارم؟ جناب عالی؟ کاخ نیاوران بودم. بله. بفهم صحبت. کی میخوان صحبت کنه؟ شاهنشاه صحبت میکنه. بله بله. الو. الو. قربون سلام عرض. سلام جناب. گوشوز رو مبارک تو شاهنشاه صحبت میکنه. بله. صحبت بفرمایید. الو. الو. تعظیم عرض میکنم. بخیر. شنیدید که سنجابی صحبت از جمهوری دموکراتیک چیز ایران کرده دیروز؟ نه رو نخیر. خب چیکار کنیم در این صورت؟ بس خلاف قانونه. تعامل نمیشه کرد. بله از طا معلوم در میتینگ اون بیمارستان پهلوی بله نطق کرد و بله صحبت از جمهوری دموکراتیک خلق کرد و عجب اینطور میگن نه من دیگه نشیدم. خب در صورت صحت چی؟ خب یه خلا اگه خب اینو جوشو بندید پیل کنید که خواستان زحمته دیگه این ترتیب یه شعرهای اینجوری که قابل تحمل نیست. مثلا ما داریم آب میشیم و نه خیلی خود یه فیدم به هم خوردید نه خیلی اقدامات زیادی کردیم راجع به نفت رو هم رفته بد نمودم باید حسنان صحبت کردیم مراسل کرد یه مقداری در منابع بگن که مردم احتکار نکنن زمنان کارگرا هم یه تعاوضه های داشتن که الان هم آقای طالقانی پیغام داده کنن مشغول هستن که این بخش داخلی زنگ نشه بخره. خب درآمد اون چی میشه؟ ولی دیگه حالا اون اجازه قسمت داخلی که خیلی خطرناکه ولی این اجازه بگیم تا ببینیم بعد اون قسمت بعدش چه میشه. آقای انتظار تو مشغول بود بشم تلفن کردم که این اقدامات شده سه قسمت بودی که هم راجع به همین موضوع ارتش بود و بردن نفت که اینم کارگرا گفتم بعد این مقدار نفتم ارتش رو زیادتر میبرن و جنبه حساب رزرو داره و می تعدیلی بکنن یکم راجع به خود منطقه همون آبادان اونجا بود خوزستان که این نظامی ها رو از جمع کنن خود کارگرا یه سرکارگری معین میکنن که خودشون تأمین میکنن نظامی دخالت نکنه گفت همون مسئله بود که ایشان انتظام برسون رسون بله گفت حالا مجدداً برسون میرسونه که سه تا قسمت بود که این قسمت رو تأمین بکنن که نفت داخلی چون خیلی خطرناکه بس این معطل نشه. فردا جلسه دارن بله با نظامیان. بله بله با نظامیان. بله بله. ولی خب اینه من الان تغییر میکنم موضوع سنجابی اگه تایید شد بله. خب قبول کنی؟ بله بله از آمده مشکل رو قبول کردنش من که دیگه اصلا اختار در میاد از همه به کلی؟ بله این دیگه صحیح نیست تو دیگه نقشه نمیشه ریخت؟ بله نه دیگه چی وقت میرخصم به کلی بل میشه اونجا در اون بیمارستان پهلوی اونا گفته بودن که بله ما یه جمهوری توده‌ای میخواییم مثل رومانی توی خیابون هم که دیگه هر روز بله اینا بله بله یه دمیه طرف های سختگیری بودن دو بعد نمیسا مراجعه میکنن که بخواهی این شلکون سفون درست نیست و خب مقررات که هست بله. آیا صحیح نیست که مقررات اجرا بشه؟ مقررات باید اجرا بشه اون چاره نداره متقاعد یخته البته یه تدبیری میخواد این دسته مقررات اجرا نشه و همیشه لغو میشه تقریبا هم دار شده دیگه هم بگوان نظام هست هم نیست ولی یه مقدار اصلا تجاری عده شده زندگی مردم واقعا داره لنگ میشه به این دسته اصلا من نمیدونم فردا چی میشه؟ بله یعنی اگر قانون اجرا نکنی؟ نه قانون باید اجرا بشه علاقه رو بخامه طرف اجرا قانون هستن دیگه شکی نیست قانون اجرا نشه که هرج و مرجه اصلا نمیشه دیگه اصلا یه چیزی پیش بینی نه خیر واقعا قابل پیش بینی نیست در میرسن چون یه عده همین قسمت مال سختگیری ادارات هم یه عده تایید میکردن که اگه گفتن آقا کسی نیاد دروش کنه همین که عمل رو بکنن یه عملی دنبال حرف باشه حالا من تغییر میکنم راجع به سنجابی بله بچه بله نشینه با من چیزی و اگر یه همچه حرفی زده باشه خب دیگه چاره نیست من جاشه اگر بگیرمش بله چون هم یه مقدار زن این تلاش ها میکنم برای که مانع آمدن صدیقی میشم الان بله فکر میکردن که میان بله بله این مقدار زن برای پیشگیری همین زن شروع میکنم به همین کار در شهر هم فکر میکنم باید خود جلوش گرفت بله 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 این مقدار باید جلوش گرفت برای که به این ترتیب نرسه زحمت خواهد شد تو مردم بیکارم زیاد هستن این مقدار تماشاچی بیکارم به اینا اضافه میشه خب ترافیک مردم عصبانی میشن دیگه یه کسی هم روی بالکن وزارت فرهنگ اومده بود همونجا که تحسن کرده بودن بله بله حالا تیر از کجا اومده خورده بهش تلف شده یکی از اون دکتر حالا اینم فرار بود میخوام پیراهن اسمو حالا بود که بعد از اصلا اشخاص هم توی کارهایی میکنن معلوم نیست که اصلا بله کارهای ایرسپونسابلی تقریبا دخی تو این دمله و این تطبیق دیزه پیش میاد یه خانه خواه حتما از توی اتومبیل هم تیراندازی میکنن عجب بله عجب افراد معمولی میان از تو اتومبیل ترنزی میکنن چندین اتوبوس آتیش زدن بله نه خیلی مرده که البته سختگیری میخواد آقا خوش خوزونت خیلی سختگیری میخواد چاره نیست بله اصلا در میره من در همین فکرم دیگه که اگر ما قانون اجرا نکنیم نه چه اون اجرا قانون که حتما دیگه کسی ایراد نمیتون قانون باید اجرا کرد اصلا بله اصلا رفتیم نه خیلی بدون این که با آبرو هم رفته باشیم بله من مثل پیر زنو نشدی بله راجع به تبریز هم دستور دادم بله بله نمیدونم تماس گرفته با اون فرماندار
نظامی یا نه؟ حالا هنوز خیلی اون نرفته. هنوز نرفته؟ نه خیلی. پس دیشب هم همین صحبتی کردیم که بالاخره قانون اجرا بشه. بله دیگه، خب سریعا موافق قانون که حتما بده اجرا بشه. دیگه خب قانون که نیست، قانون اجرا نشه. خب هیچ، حالا این عقب افتادن شما همون دلایلی که دادن دیروز همون میبینید دیگه؟ بله بله. حالا یه عده صبح پرونده یا فرسان پر آقای سریعی پنجشنبه برن ببینن همون استادان که خبان شرفی ها بودن، اینا هم پنجشنبه صبح ساعت 8 میرن که ایشون میقدی تصحیح بکنه خواهانخواه که قدی زودتر جلو بیفته. شما تاخیر زیاد هم صلاح نیست. ولی تا اون موقع باید نظم حس بکنه. بله بله، تو قضی چاره نده. اون مردم واقعا یادش نو جدا ناراحت هم. بله اگه نظمی نباشه خود یه خصو زنده همه هست. اخی مدارس هم بی خود اجازه دارم باز بشه، مثل صلاح هم نبود. بله کار بی خود. نه خی بی خود که اینجاده این کار رو. کار بی خود. بله. این تحصیل در دانشگاه که از اونم بدتره. بله هر روزی من خسته میشم میرم بیرون، اون خیلی مهم نیست خود. چرا اونجا رو مرکز دادن، تلفن دارن، مرکز دارن، همه چی دارن، به پاریس تلفن میزنن، پیش خدمت دارن. عجب. و ستاد عملیاتیشون شده دیگه. خب قطعش بود، چه قطع کنه؟ برق و تلفن اینا رو قطع. بله. دیگه اشکالی نداره. نه خیلی موزه نداره، اشکال نداره. بعد این جز تدابی دیگه خود آخر خواست میگه میبینم دیگه تلفن رو بر برتون گذاشتن غلطه. خیلی خواهی چیزی بود بعد باید به شما سایم بارکم باشم.